این ویدیو اولین ویدیوی از پلیلیست یادگیری زبان با کریپتو کوشه که قرار توش هم سواد مالی مون بالا ببریم هم توش زبان یاد بگیریم اگه می‌خواید بدونید چجوری قراره این کارو بکنیم ادامه ویدیو رو حتما ببینید با ما همراه باشید مرسی که توی کانال اینجا کریپتو کوش من کوشانم این ویدیو قراره یه خور فرق بکنه با ویدیوهای دیگه یه مقدمه برای اینکه چجوری زبان یاد بگیریم و من قراره چی کارا بکنم توی این پلیلیست که مرتبط با کانال هم باشه اول از همه که اگر کریپتو گوش رو دنبال نمی حتما فالوش بکنید کلا چه توی اینستاگرام چه توی گروه تلگرامی چه سابسکرایب کردن اینجا مطالب خوبی میذاریم و امیدواریم که یاد بگیریم و با هم دیگه میتونیم چیزهای مفیدی رو یاد بگیریم خب داستان اینه که توی بازارها و کلا توی فضای جهانی مخصوصا بازار مالی و اینجور جاها نیاز داریم که یه سری اصطلاحات یا واجه های انگلیسی یا یه سری جمله های فنی رو بفهمیم و به طب, به طب یعنی نیاز داریم که یه خود زبان بدونیم و یه خود از اصطلاحات اینا رو بدونیم خب قرار چیکار بکنیم توی این پلیلیست من میخوام یه سری از ایده های جالبی رو بیارم توی این پلیلیست به این شکل که مثلا گاهی بیایم یه سری میم ببینیم یه سری داستان مالی بخونیم چیزی یاد بگیریم نمیدونم یه سری داستان قدیمی مالی بخونیم اتفاقاتی که افتاده یا مثلا یه تحلیلگری داره حرف میزنه اینا رو قراره نگاه بکنیم حرف بزنیم راجبش بحث بکنیم هم از نظر بعد زبانی و هم از بعد فاینانشال یا مالی بنابراین شما توی این پلیلیست هم دانش زبانتون رو افزایش میدین حالا اگر زبان بلدین که میتونین اصطلاحات تخصصی اینا رو یاد بگیرین اگر زبان بلد نیستین میتونین یه جورایی راه بیافتین یاد گرفتنش اگر جفتش رو بلدین میتونین داستانهای مالی رو بشنوین داستانهای جالب اتفاقات تحلیل ها رو ببینین و بالعکس هر کنون از اینا رو نمیدونین میتونین اونا رو ببینین بنابراین قراره توی این ویدیو و یعنی اصلا کلا این این کار رو انجام بدین نکته مهمی که باید بدونین اینه که خب اصلا روند ورود ما به زبان خارجی کلا یک زبان خارجی چیه الان میخوام این مقدمه رو بگم یعنی تو این ویدیو بیشتر حالت مقدمه داره که توضیح بدم اصلا چجوری قراره این کار بکنیم روشمون چیه چجوری قراره یاد بگیریم و اینکه ویدیو هم گفتم حدودا چطوری میتونه باشه ولی اگر ایده ای داشتین بازم جالب بود بنویسین من تازه دارم هنوز یه خورده تحقیق و اینا میکنم که ویدیو ها چه شکلی بذاریم داستان های جالب و اگر میدونین میتونین آ لینکش این پوینت کامنت ها بذارین من ببینم اتفاقات تحلیل ها ویدیوهای آدمای دیگه ولی جدا از اینها یه جوری یه پرانتز خیلی بزرگی میخوام باز بکنم و یه مقدمه کلی توضیح بدم به اینکه اصلا شما اگر هیچ زبان نمیدونین یا کلا میخواین یه زبانی رو بدونین حالا نه لزوما انگلیسی باید چه کارهایی بکنین جواب به این سوال برمیگرده به اینکه ما اولین زبانمون چجوری یاد گرفتیم شاید به نظر خیلی بدی به نظر بیاد ولی به نظرم اومدن توی این مسیر که چجوری رو یاد گرفتیم مهم باشه برای ما یه بچه که به دنیا میاد طبعا اولش خب همه میدونیم نمیتونه حرف بزنه دده بود میکنه دیگه خیلی حرفاش معنی نداره دورش و محیطش داره یه سری صداها و یه سری آواهای میشنوه که هنوز هیچ معنی براش ندارن ولی احساس رو میتونه از اون آواها بگیره اصلا وقتی مامانش میگه مثلا بشین بچه میفهمی که اوکی احتمالا این جمله جمله دستوری مثلا یه جمله معنی بدی داره منفیه بار منفی داره یا برعکس مثلا بهش میگن آفرین یعنی مثلا جمله خوبیه بنابراین اول میاد با آواهای این زبان حالا هر زبانی میخواد باشه ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنه اینا رو حفظ کردن بعد از یه مدتی چه اتفاقی میفته برای این بچه شروع میکنه ادا در آوردن خیلی ساده ادا در میاره میگه که دد بود دد نمیدونم منجوری دیدین دیگه قطعا بچه کوشش که اگر دیدین میتونین آزمایشو باش بکنین ولی دیدین آه... که مثلا شروع میکنه سعی میکنه یه سری حرفا رو بزنه مثلا بابا نمیدونم ما فلان نخندیم بریم ولی واقعا همینه من سعی میکنه ادا در بیاره بعد از اون شروع میکنه یه سری جمله های تیکه پاره حرف زدن مثلا یه مثلا پدر مادر خیلی خوشحال میشه اول که شروع میکنه میگه بابا مثلا می آفرین تشویقش میکنه برای این تشویق میشه به یاد گرفتن بیشتر اون زبان یا همون زبان مادری بعد از یه جایی که میگذره شروع میکنه یه سری جمله ها من بابا دوست داشت نمیدونم مثلا جمله های تیکه پاره گرامری تیکه پاره نمیدونم من گشنه بود از این جمله های چرت و پرت. بابا چرا نیومد در این جمله درسته ولی <applause> خب یاد دیگه و بعد توی این مسیر که میفته شروع میکنه به آهی پیشرفت کردن و دیگه خب بعد از یه مدت میدونید کاملا شروع میکنه خیلی راحت حرف زدن و این هم جالبه که پرنتز تو پرنتز تا نه سالگی کلا توانایی بچه ها خیلی زیاده برای یاد گرفتن زبان ها یعنی حتی اگر مثلا دو تا زبان بخوام با هم یاد بگیرن خیلی تر از اینکه بنابراین این ما میتونیم اون یکی رو به این یکی الان وصل بکنیم فرض بکنیم من خودم زبان انگلیسی رو چجوری یاد گرفتم آه... من خیلی محیطم اول اینجوری نبود ولی محیطم رو وفق دادم با زبان انگلیسی جورایی اون اولی که میخواستم یاد بگیرم یعنی چی؟ یعنی وارد یه جایی شدم که همه چی انگار انگلیسی بود آهنگ آه انگلیسی گوش میدادم نمیدونم آه... گوشی که کار میکنم مثلا انگلیسیه نمیدونم یه بازی میکردم توش انگلیسی بود حتی یادم یه موقعی من کنکور داشتم و آه... یه بازی دقیقا سه روز قبل کنکور اومده بود بازی ساوت بود نمیدونم چه اسمش یا نه من سه روز قبل کنکورم یه بازی خر بازی کردم تموم کمی این بازی و یه جای بازی بود که کاراکترت میمرد و برای اینکه زنده بکنیش یه گزینه میومد میزدی ریوایو وقتی این کیلر رو میزدی زنده میشد این تو ذهن من بود که ریوایو پس زنده میکنه رفتم پس باش کنکور دادم دقیقا سوال یکی از ریدینگام بود که ریوایو چه معنیه و یکی از گزینه زنده کرد و هم سوال جواب درست بود و این اتفاق خیلی اتفاق مهم و مثبته بنابراین محیط رو به این شکل شما میتونین از این جور پر بکن مثلا بخوای فرانسوی یاد بگیرین میتونی از این کارا بکنیم که مثلا آهنگای آه فرانسوی زیاد گوش بدین فیلمای فرانسوی ببینین نمیدونم گوشیتون رو فرانسوی بکن یه چنین کارهایی که مثلا باعث میشه که محیطتون به نحوی فرانسوی تور بشه یا حالا ایکس تور بشه که اون ایکس اون زبانیه که میخوان یاد بگیرین بنابراین این اول نکته قسمت دومی که بچه واردش میشه این چیه این ادا در آوردن است شاید باورتون نشه ولی ادا خیلی مهمه یعنی من اول شروع کردم مثلا این فیلم ها رو دیدم اینجوری بودم که یارو داره یه جوری حرف میزنه مثلا تو فرندز میگه هایو دو مثلا دوست داشتم منم اینجوری بگم هی ای تمرین میکنم واسه خودم هی تنهایی اداشو در میآوردم آهنگ امینا هم میرفتم میخوندم واسه خودم شعرها رو نگاه میکنم که واقعا چی نوشته نمیدونم سی سعی میکنم با اون یه هم همخونی بکنم حالا من خودم یه خورده موسیقی و اینا هم دوست داشتم سعی میکنم گیتار میزنم مثلا با هم بخونم و یه چنین حالتی برای خودم اداهاش رو در میوردم توی فیلم ها و فلا اینا همینجوری شروع کردی لحجه من بهتر شدم و اون فاز جمله چیزا بود بابا دوست داشت من میخواست برفت یه جور اینجور جمله هایی میتونستم بسازم بعد از اینکه اینا رو فهمیدم و یه خورده تونستم دست و پا شکسته حرف بزنم میرفتم با این مثلا آدمات که خارجی بودن سعی میکنم چت انگلیسی انجام بدم یا مثلا چه کارهای انجام بدم حالا میگم انگلیسی با هر زبانی عوض بکنیم و بعد از اون رفتم خوندن به سمت خوندن مقاله خوندم مطلب خوندم درسام و انگلیسی مثلا میخوندم و اینا و هی کمک کرد بنابراین یک مسیری شما باید طی بکنین با که بتونین خودتون رو پیشرفت بین توش نیاز نیست گرامرهای عجیب غریب بخون نیاز نیست برین روزی 100 تا کلمه دیکشنری بخون اینا هیچ کش تقریبا بیشتر نمیخوره برای شروع نیازی نیستش برین خودتون رو خفه بکنین توی زبان کافیه که صرفا این محیطتون رو وفق بدین با اون محیط که میخواین و سعی بکنین ادا در بیاین تقلید بکنین باز یه پرانتز دیگه باز بکنم توی خیلی جاهای دیگه همینطوره زبان بدونی یه چیز خیلی کلیه زبان موسیقی میتونه یه زبان باشه هنر میتونه کلا یه زبان باشه نمیدونم مثلا پاس میتونه یه زبان باشه خیلی از این چیزا میتونه زبان باشن و نحوه یا همون اپروچ یا روی کردی که شما میخواین یعنی داشته باشین میتونن خیلی هاشون از این حالت پیروی بکنن این شکلی که مثلا شما میخواین یه سازی رو یاد بگیرین میتونید دقیقا همین روندی که یک بچه میخواد عمل بکنه باهاش یاد بگیرید موسیقی مثلا کلاسیک علاقه داریم، میخواین پیانو بشنوین میتونید زیاد گوش بکنین بهش میتونین نوتاش رو ببینین سعی بکنین چیزایی ازش یاد بگیرین سعی بکنید تقلید بکنین و بعد وارد آکادمیکش بشین اون گرامر اصلیش رو یاد بگیرین چون هیچکی از روز اول قرار یه گرامر یاد بگیره چون مغز کشش نره اصلا نره بنابراین پرانتز بسته روند کلی زبانم رو فهمیدین اینجا حالا کاری که ما میخوایم اینجا بکنیم دقیقا یه جوری تکرار کردن این روند است چه جور میخوایم روند رو تکرار بکنیم یه جوری قاطی میخوایم سعی کنیم از این داستان ها یا اتفاقات یا تحلیل ها و و و بیایم بشنویم گوشمون رو عادت بدیم به این صداها به این کلمه ها به این به اصطلاحات تخصصی یا فنی تا حتی... حالا نترس اینجوری فکر نکنه باشه او من که هیچ نمیدونم الان این اصطلاحات رو قرار بگه هیچ نفهمم یا نباشین یه جوری سعی میکنم بگم کم بفهمن و برای همه باشه ولی خب تلاش خودتون باید حتما باش باشه اینجوری نیستش که بیاین تو کنال یاد بگیرین تموش بره قطعا باید یه مجموعه ای از تلاش هایی که شما میکنید با هم باشه تا یاد بگیرین چون هیچ راه حل سریع برای یه چیزی وجود نداره چه پولدار شدن چه درآمد داشتن چه یاد گرفتن چه زبان یاد گرفتن یا هر چیز دیگه بنابراین ما این کار رو میکنیم سعی میکنیم بعدش بریم توی مرحله یه جور میکس کردن اینا باشه اون ادا در آوردنه باشه یه جایی انگلیسی کامل حرف میزنیم مثلا یه قسمت های از ویدیو رو که گوشتون عادت بکنه به این نوع ادبیات ارزم به حضورتون که یه چنین مجموعه از کارهایی حالا انجام میدیم دیگه یه چنین ایده من دارم و این مقدمه بود برای این ویدیو همینطور اگر از این کانال خوشتون میاد چیز بکنید دنبالش بکنید سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنین که اگر ویدیو زبان دادم حتما یا همون داستان مالی دادم براتون بیاد نوتیفیکیشنش و اگر چیزهای دیگه هم رو دوست دارین از رمزرزا از دنیای مالی از بازار و اینا بدونین که با سابسکرایب کردن کانال هم میتونیم از اونها هم آگاه بشین برای یه چند تیرو چند نشون میشه چند تیرو چند نشون که چند تیرو چند نشون یه تیرو چند نشون اگر این ویدیو رو دوست داشتین و کانال کریپتو رو کلا دوست دارین حتما لایک بکنین خیلی باعث رشد کانال میشه بقیه که میخوان یاد بگیرم میتونن دسترسی بهتری داشته باشن میدونین که من خیلی دوستتون دارم و تو این مسیر قراره با هم همراه باشیم همونطور که اگر بیت کوین خریده بودین الان یادم پول داشتیم از اول کانال و احتمالا الان اگر دنبال بکنین زبان رو یادم زبان یاد میگیریم دوستتون دارم فعلا <applause>